سلام سه و چهار 24 و 25 دی 98 14 و 15 ژانویه 2020 میلادی فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد به همراه همسر هاشم خواستار دو تن از زندانیان سیاسی امروز چهارشنبه با در دست داشتن عکس همسرانشون جلوی دادگاه انقلاب مشهد تحسن کرد اما مامورین امنیت ها رو بازداشت کردند و تهدید کردند و چند ساعت بعد آزاد شدند ولی این دو همسر شجاع اعلام کردند که فردا هم دوباره دست به تحسن خواهند زد شهناز اکملی مادر مصطفی کریم با بیگی از جانباختگان جنبش سبز هم سرانجام امروز چهارشنبه راهی زندان اوین شد برای تحمل یک سال حبس به گفته خودش به جرم مادر بودن به زندان میره خانم اکملی پیگیر کشته شدن و ناپدید شدن پسرش هست سال هاست و به اتهام صحبت کردن و مصاحبه کردن بازداشت شده گروهی از منتقدین سینمایی و نویسندگان هم با امضای نامهای به جمع تحریم کنندگان جشنواره فجر پیوستند خانم امیر بانو کریمی فرزند امیری فیروزکوهی شاعر معروف هم که استاد ادبیات فارسی است از شرکت در جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی انصراف داد به این ترتیب دیده میشه که موج پشت کردن به حکومت و بایکوت کردن مراسم حکومت مثل جشنواره فجر بالا گرفته و یکی از بهترین روشهای مقاومت مدنی به دست هنرمندان فرهیختگان و اساتید دانشگاه در حال اجراست اما آقای منوچین وزیر خزانهداری امریکا عنوان کرده که با اروپا داریم کار میکنیم تا تحریم های سازمان ملل برگردیم اما واشنگتن پست خبر داده از اینکه آقای ترامپ سه کشور اروپایی رو تهدید کرده که اگر به امریکا نپیوندند و مکانیزم ماشه رو به جریان نیندازند اون وقت تعرفه 25 درصدی روی خودروهای اروپایی خواهد گذاشت داستانی که البته پیچیدگی های خودش رو داره بسیاری از این کارخانجات و مارک های معروف اروپایی در امریکا واحد های تولیدی و کارخانه دارند و به این سادگی نیست قطعات اونها در ده ها جای دنیا ساخته میشه ضمن که البته امریکا بزرگترین بازار خودروی دنیاست و اگر بتواند آقای ترامپ تهدیدش را عملی کنه اون وقت خودروسازهای بزرگ اروپایی به گرفتاری های بزرگی مبتلا میشه به دنبال این کروفرها و این کشمکشها وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که ایران راهی جز یک توافق جامع و کامل نداره به این ترتیب او هم به آقای بروس جانسون پیوست که دیروز اعلام کرد که با آقای ترامپ میتونه اروپا همراهی کنه و یک راه حل هم رفتن در پشت سر ترامپ و نوشتن یک قبار... قرارداد قبار... جدیده اما آقای روحانی پیشنهاد بوریس جانسون رو امروز رد کرد و تهدید عجیبی کرد آقای روحانی گفت کاری نکنید خاور میانه برای سربازان اروپا هم مثل امریکا ناامن شود حرفی که و سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نوعی پاسخ داد و گفت که نیروهای اتحادیه اروپا از عراق خارج نمیشن با امید پیروزی ایران و ایرانی